سرخط خبرها. اعتصاب معترضان به گرانی ارز در ایران، مغازه های بازار بزرگ تهران تعطیل شد. کمتر از 6 ساعت تا بازی سرنوشت، ایران برای صعود به دور دوم به دنبال شکست پرتغال. انتخاب مجدد اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه، این بار با اختیارات بیشتر. رقیب اصلیش میگوید رهبر همه مردم باش. و پای صحبت قربانیان خشونت جنسی ارتش میانمار علیه پناهجویان روهینگیا. سلام، عصر دوشنبه‌تون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران التهاب بازار ارز به بازار بزرگ تهران کشیده. بنابر گزارش ها مغازه های این بازار و خیابان های اطراف در اعتراض به افزایش قیمت ارز تعطیل شدند. گزارش هایی هم درباره اعتصاب بازاریان در چند شهر دیگر از جمله کرج و جزیره قشم منتشر شده. به گفته شاهدان در مواردی نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان به خشونت و شلیک گاز اشکاور هم متوسل شدند. همزمان رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته ارز لازم برای واردات موجود است و جای هیچ نگرانی نیست. رعنا رحیم‌پور و جزئیات بیشتر. بحران ارز بالاخره به بازار بزرگ تهران رسید. بی بی سی تصاویر متعددی از اعتراضات دریافت کرده. در این تصاویر دیده می شود که بسیاری از مغازه ها تعطیلند و هزاران معترض شعار می دهند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. اعتراض مغازه‌داران به سیاست منطقه‌ای حکومت ایران در چند سال اخیر. اینجا پاساژ کاشانی. آنها با شعار ببندش از سایرین می‌خواستند که به اعتصابشان بپیوندند. اعتراض به خیابان‌های اطراف بازار هم کشید. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به خشونت متوسل شدند. همراه خواهرم بودم، مشغول فیلم گرفتن بودم که به سمتم حمله کردن، خواستن گوشیمو از من بگیرن و به چشم خودم دیدم. اما متاسفانه نتونستم فیلم بگیرم که یه پسر جوونو چجوری توی پیاده رو کتک زدن. فکر کنم ضربه مغزی شده باشه، اونجوری که با بوتون زدن تو سرش. این تصاویر هم از اعتصاب طلافروش‌ها در کرج به دست بی بی سی رسیده. همزمان گزارش‌هایی دریافت کردیم درباره اعتصاب بازاریان در جزیره قشم. در حالی که بسیاری از معترضان علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران که تصمیم‌گیری درباره آنها بر عهده نهادهای فرادولتی است شعار می‌دهند، روزنامه‌های اصولگرا به دولت حسن روحانی می‌تازند. روزنامه کیهان با این تیتر گفته بعضی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنهاست، نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی. وطن امروز هم با انتشار عکسی از کوهنوردی روز جمعه رئیس جمهوری، دولت را به فراموش کردن مشکلات اقتصادی مردم متهم کرده. اون بخش دوم این اقدام که بازار ثانوی است. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران از توافق درباره تشکیل یک بازار ثانوی ارز خبر داد، در حالی که پیشتر خبر احتمال چند نرخی شدن ارز را رد کرده بود. بازار بزرگ اعتصاب کرده، از پایین دارن میان میرن به سمت بالا. کل مغازه ها بسته. رئیس کل بانک مرکزی گفته مشکلی در تامین ارز برای واردات این کالاها وجود ندارد. آقای سیف گفته تنش در بازار نتیجه تلاش‌های خارج از کشور برای الغای التهاب در بازار است. گفته‌های رئیس بانک مرکزی اما این معترضان را آرام نکرده، همانطور که تلاش‌های چند هفته اخیر نتوانست آرامش را به بازار برگرداند. بی‌غیرت! بی‌غیرت!
به گزارش خبرگزاری های داخلی، دلار آزاد امروز با کاهش 500 تا 1000 تومانی تقریبا بین 8 تا 8500 تومان به فروش می رسد. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. احمد علوی تحلیلگر اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، در گزارش رنا میشنویم شعارهایی که داده میشه نه فقط سیاسی هستن که سیاست خارجی ایران رو هدف میگیرن، در صورتی که صحبت از این هست که تجمع صنفیه. بالاخره مخاطبان این معترضان چه کسانی هستن؟ به نظر میاد مخاطبین این معترضین عوامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران و به ویژه بازار ارز هست و نباید فراموش کرد که علی‌رغم اینکه دولت اختیاراتی داره در زمینه صادرات، واردات یا فرضاً برخی از اهرم‌های مدیریتی، مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی فراتر از اینه و به هر حال محصول عملکرد اون نهادهای بالادستی و فراتر از دولت هست. به ویژه شخص رهبر حکومت که بخصوص در تصمیم گیری اخیرش برای امتناع از پیوستن ایران به اصطلاح کمیسیون مبارزه با پولشویی در واقع یک شوک منفی رو به بازار داد. این رو از یاد نبریم که در صورت اینکه ایران از این لیست تعلیق مربوط به مبارزه به پولشویی خارج بشه، فشارهای اقتصادی به ایران افزایش خواهد پیدا کرد و همچنین نظام بانکی بین المللی فشارش خودش اضافه خواهد کرد و این بی‌تردید تأثیر خواهد گذاشت بر میزان ورود و خروج ارز. این یکی از تصمیمایی بود که نهادهای بالادستی و خارج از دولت گرفتن. اما بجز این قضیه، مسئله تنش‌های میان به هر حال حاکمیت ایران و امریکا که به هر حال کم یا بیش بهانه به دست دولت ترامپ داد که خارج بشه از برجام و ما با نزدیک شدن به دوره تحریم‌ها در پاییز این مطلب رو خواهیم دید، این احساس به مخاطبین منتقل شده که فضای اقتصاد ایران بدتر خواهد شد، به ویژه در مورد مسئله ارز و اون شاهرگ حیاتی ورود ارز به ایران بخصوص در مورد مسئله صادرات نفت. موضوع اینه که الان انقدر موقعیت برای ایران پیچیده است، دولت از هر طرف که تلاش کرده تا اینجا تلاشاش نتیجه نداده، دولت و حکومت، از نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی راه حلی وجود داره؟ خب ما با تکیه بر تجربیات خود ایران از دوره پس از جنگ و تجربیات بین المللی هیچ راه حل مدیریتی، یعنی برخلاف اون چیزی که رسانه‌های مربوط به فرضاً جناح اقتدارگرا میگن، راه حل مدیریتی وجود نداره برای این قضیه. چرا؟ برای اینکه مشکل ساختاریه، مشکل مربوط به برونزایی درون‌گرایی اقتصاد ایران، فساد بسیار گسترده که همین منابع محدود ارزی رو باعث میشه که به جاهایی میره که اهمیت چندانی برای اقتصاد ایران هست. بنابراین این راه حل هرچند ممکنه به هر حال تأثیرات بسیار محدودی داشته باشه، اما مشکل اصلی رو حل نمی‌کنه. مشکل اصلی زمانی حل خواهد شد که ما با نرخ شناور ارز، نرخ یکسان ارز و همچنین ارز به بازار بیاد، ورودی ارز به بازار بیش از خروجش باشه و در اون صورت خواهیم دید که به هر حال بازار به تعادل خواهد رسید. ممنونم از فرصتی که ما دادید. آقای علوی، احمد علوی تحلیلگر اقتصادی همراه ما. ساعت 10:30 امشب به وقت تهران، یعنی حدود 5:30 دیگه، تیم ملی فوتبال ایران در سارانسک روسیه با پرتغال بازی میکنه و همزمان اسپانیا با مراکش، بازی سوم تیمها در گروه دوم جام جهانی و هیجان هم حالا دیگه به اوج رسیده. پرتغال و اسپانیا امتیاز دارن هر کدوم 4، ایران 3 امتیاز و مراکش هم که حذف شده. ایران در صورت پیروزی در بازی امشب برای اولین بار به دور بعد جام جهانی صعود خواهد کرد. پوریا ژافره از شهر سارانسک همراه ماست. پوریا، باید هیجان اونجا خیلی زیاد باشه با توجه به تعداد زیاد تماشاچی ایرانی که دیدیم در این مدت از تیم ایران حمایت کردن. درسته، فکر میکنم اون اتفاقی که در شهر کازان افتاد و همینطور در سن پترزبورگ، اینجا در سارانسک هم دوباره تکرار خواهد شد. تعداد ایرانی ها واقعا بیشتره، میتونم بگم 6-7 برابر به 1 برابر پرتغالی هستند و خب شهرم گذاشتن رو سرشون. میبینی که همینجا هم شروع کردن به آواز خوندن، از دیشب طرفای خیلی دیر وقت تا امروز صبح ادامه دادن این ماجرا رو. فقط یه مقدار نگران هستم به خاطر اینکه هوای سارانسک بسیار گرمه، تا 33 درجه سانتیگراد هم رسیده بود وسط ظهر و خب چجوری میخوان انرژیشون رو تا آخر شب وقتی که ساعت 9 به وقت محلی بازی شروع میشه نگه دارن، خودش جای سواله.
آره اصولا هم به نظر میاد تماشاگران ایرانی دنبالت میکنن و همه شور و هیجانشون رو به مخاطبان ما منتقل میکنن. آیا از وضعیت تیم چیزی میدونیم که در چه شرایطی هستن با توجه به اینکه دیشب هم کنفرانس مطبوعاتی داشتن و آقای کیروش به نظر خیلی خوشبین میومد؟ درسته، همه خبرنگارا هم ایرانی هم پرتغالی تصورشون این هستش که این بازی خیلی به خصوصیه برای کارلوس کیروش، به خاطر اینکه پایان خوبی رو با تیم ملی پرتغال نداشت، هم از جام جهانی حذف شد در سال 2010 در حالی که پرتغال یکی از تیم‌های مدعی بود و هم مشکلاتی با کریستیانو رونالدو مهاجم و کاپیتان فعلی تیم ملی پرتغال پیدا کرد که هر دوتا تقصیر حذف پرتغال رو مینداختن گردن همدیگه و یک پرونده در مورد دوپینگ بازیکنان وجود داشت. برای کیروش بازی ویژه‌ایه، ولی که خودش به من گفتش که بهترین حالت رو خواهد داشت وقتی که وارد استادیوم میشه امشب، یا رنگ سبز خواهد دید یا رنگ قرمز از پرچم دوتا کشور. عالی. پوری اگر کوتاه هم بگی، خیلی دنیا تکون خورده با اتفاقی که دیشب جلوی در هتل رونالدو افتاده و جلوی اتاق خوابش. درسته نگی، نه اینکه دقت کرده باشی، من خودم دیشب وقتی که اون اتفاق داشت میافتاد اونجا بودم و اون رو ثبت کردم به همراه کاوه مشکات، ما اون ویدیوها رو گرفتیم. یه نکته هستش، من کامنت هایی که گذاشتن توی اینستاگرام و جای دیگه و خیلی شکایت کرده بودن که این حرکت مایه آبروبری ایرانه، رو من میخوام یه مقدار توضیح بدم که این چیز جدیدی نیست، این اتفاق میفته. من فکر میکنم بزرگترین مشکل تیم ملی پرتغال و قسمت اداری ماجرا بود که هتل رو جای گرفته بودن که دقیقاً وسط شهر بود بین دو تا خیابون اصلی و در نهایت پلیس اومد این خیابون‌ها رو کامل بست. یعنی حتی اگه تماشاگرای ایران هم نمی‌رفتن اونجا، ممکن بود یه اتفاق دیگه بیفته، یه تصادفی چیزی بشه و باعث بشه که بازیکن‌های پرتغال خواب درست و حسابی نداشته باشن. من بله. در طول این دو هفته دیدم وقتی که ایران رفت به سن پترزبورگ یا رفت به کازان، خیلی دقت کرده بودن کادر فنی ایران که هتل رو جایی بگیرن که حداقل خواب بچه‌ها رعایت بشه. بنابراین بیشتر از این که بخوایم ایرانی‌ها رو مقصر بدونیم، باید این رو به حساب پرتغالی‌ها بذاریم که فکر این قسمت ماجرا رو نکرده بودن. آره، با توجه به اینکه سابقه هم داشته، فرانسوی‌ها هم با چه مشکل مشابهی در دوره‌های قبل مواجه شدن. ممنون از تو پوریا ژافره، خبرنگار ما که از سارانسک خبرها رو دنبال می‌کنه. امشب هم با ما همراه باشید. برنامه نوبت شما هم، هشتگ شما هم، من همچنان به این برنامه میگم نوبت شما، برنامه هشتگ شما هم عذرخواهی می‌کنم. راجع به همینه پیشبینی شما رو از نتیجه بازی امشب می‌شنویم. آیا بازی امشب پایان راه ایران خواهد بود یا به صعود امیدوارید؟ برای اینکه نظرات شما رو بشنویم، از یکی از راه‌هایی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. نظر رو شما تلفنتون هم می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. موری داریم بر سرخط خبرهای مهم این برنامه. در اعتراض به گرانی ارز در ایران، بسیاری از مغازه‌داران در تهران، کرج و قشم اعتصاب کردند. چند ساعت تا بازی سرنوشت، میلیون‌ها ایرانی به شکست پرتغال و صعود ایران به مرحله بعد امید بستند. در ادامه این برنامه، دیوان عالی آمریکا تا ساعتی دیگر نظرش را در مورد سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ اعلام می‌کند. شمارش آرای انتخابات دیروز ترکیه به پایان رسید و نتیجه غیر رسمی نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان در جایگاه ریاست جمهوری باقی می‌ماند. حزب او عدالت و توسعه البته نتوانسته که اکثریت مطلق کرسی‌ها را در مجلس از آن خودش کنه، اما همراه با حزب حرکت ملی ائتلافی تشکیل شده. محرم اینجر رقیب اصلی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری نتیجه را پذیرفته و از آقای اردوغان خواسته که به عنوان رهبر همه مردم ترکیه حکومت کند و نه رهبر یک حزب. مهراد فرحمند خبرنگار ما از استانبول گزارش میده. میلیون ها هوادار رجب طیب اردوغان بار دیگر به خیابان ها ریختند و جشن گرفتند. 16 سال است این مرد و حزبش پیروز همیشگی انتخابات بودند و بر همه تحلیل ها و نظریه های حاکی از اینکه او دیگر پایگاه مردمیش را از دست داده خط بطلان کشیدند. نطق ظفر اردوغان اعلامیه‌ای به مخالفانش بود در داخل و خارج
که در همچنان بر پاشنه قبل خواهد چرخید. ترکیه ترجیحی پکاکادان ترکیه با این رأی به ثبات انتخاب کرد که با فتح الله گلن و تروریست و همه گروه‌های تروریستی به مبارزه ادامه میده. این نتیجه همینطور نشون میده که تلاش برای آزادی سوریه ادامه خواهد داشت و درهای خانه‌های امن ما به روی مهمانانمون باز خواهد موند. ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenli evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Sayın Başkan, مشارکت 87 درصدی مردم در انتخابات هم کم سابقه بود. مشارکتی که به باور ناظران دو قطبی بود و همچون همه پرسی، یا نه به اردوغان یا آری به او. نتیجه هم تایید اردوغان شد. هیچ انتخاباتی از این دست ما نداشتیم در ترکیه که نه بر محور حضور یا عدم حضور یک شخصیت کاریزماتیک فرهمند بخواد بنشینه، بلکه بیشتر بر اساس، یا شاید به داوری من، بیشتر بر اساس نوع رفتار سیاسی یک حکومت در سالهای آینده باید چشم دوخت. جامعه ترکیه به یه حدی رسیده از این در حقیقت سنویتی که وجود داره باید رها بشی، یا باید در این کمپ قرار بگیریم یا باید در این کمپ قرار بگیریم. اردوغان انتخاباتی رو برد که بیشتر پیشبینی ها حاکی از آن بود که به دور دوم کشیده خواهد شد، و چه بسا در دور دوم او با چالش جدی روبرو شود. خیلی خیلی ناراحتم. به عنوان یه دختر همه ی حقوق ما به خطر افتاده. دیگه موندن تو این کشوری که نظام آموزشیش از سر تا پا به زنان بهانه میده خیلی سخته. اردوغان پیروز شد، اما قرار است این دیگر آخرین پیروزی انتخاباتی او باشد. او در 5 سال آینده یا باید جانشینی برای خود بپرورد یا برای ماندن همیشگی در قدرت طرحی نو در اندازد. مهرداد فرهمند، بی بی سی، استانبول. ارتباط ما با مهرداد فرهمند در استانبول برقرار شده. مهرداد، در گزارش اشاره کردی که پیش بینی ها بیشتر این بود که به دور دوم کشیده میشه. چه شد که اصلا نتیجه پیش بینی ها غلط از آب در اومد؟ این پیشبینی نه فقط پیشبینی ناظران بود، بلکه محرم اینجا رقیب اصلی آقای اردوغان هم حدود 3-4 ساعت پیش وقتی که در جمع خبرنگاران حاضر شد گفتش که خودش هم اینطوری پیشبینی میکرده و محاسباتی که کرده بوده بر اساس اینکه حزب خودش همیشه 25% رأی حداقل داره، دو حزب دیگه، حزب خوب و حزب دموکراتیک خلق‌ها، هم حساب می‌کرده که هر کدوم 12% رأی بیارن و 3% هم حزب کوچک اسلام‌گرای سعادت، و بر اساس اینها میگفته که در مجموع باعث میشه که آقای اردوغان و همراه با مؤتلفش حزب حرکت ملی نتونن به 50% برسن. اما نظرسنجی ها هم همه حاکی از این بود، و این به نظر میرسه که نه تنها پیشبینی سیاستمداران و نه تنها پیشبینی ناظران، بلکه نظرسنجی ها هم کاملا، به خصوص نظرسنجی ها که اساسا خیلی پرت بود نسبت به این نتیجه که الان شاهدش بودیم. شاید خیلی ها تصور میکردن که بر اساس رأی شهرهایی مثل استانبول و آنکارا و ازمیر باید حساب بکنن، اما فراموش کرده بودن که ترکیه فقط شهرهای بزرگش نیست، بلکه بسیاری شهرهای کوچک و روستاها رو هم باید در این انتخابات در نظر گرفت. حالا با این نتیجه این انتخابات، نظام سیاسی در ترکیه دستخوش تغییرات میشه. در مورد این تغییرات کمی بیشتر برامون توضیح بده. بنابر قانون اساسی جدید ترکیه دیگه از این پس ترکیه نخست وزیر نخواهد داشت، و به همین دلیل هم بود که من در گزارشم گفتم که مثلا مدل روسیه که رئیس جمهور و نخست وزیر جاشون رو با هم عوض بکنن دیگه در ترکیه قابل اجرا نیست. بنابراین آقای اردوغان دیگه این آخرین باری است که در مقام رهبری کشور میمونه، مگر اینکه بخواد کلا باز هم یک بار دیگه نظام رو عوض بکنه و یک جایگاه تازه برای خودش ایجاد بکنه. از لحاظ مجلس هم ترکیب مجلس کمابیش همانیست که
در دور قبل بود. همچنان حزب عدالت توسعه و مؤتلفش حزب حرکت ملی دارای اکثریت خواهند بود. بعد از اون حزب جمهوری خلق خواهد بود با حدود 1/4 کرسی‌های مجلس و حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر هوادارانش رو کردها تشکیل میدن، اونها هم موفق شدن که وارد مجلس بشن و همچنین حزب کوچکتر و نوظهور خوب که در جایگاه بعدی قرار میگیره. ممنونم مهرداد. مهرداد فرهمند خبرنگار ما که به استانبول برای پوشش این انتخابات سفر کرده. اما باز هم در مورد ترکیه، به دنبال پیروزی آقای اردوغان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده همکاری های دو کشور در راستای گسترش صلح و ثبات در منطقه افزایش یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته پیروزی آقای اردوغان نشانه اقتدار سیاسی است. دولت فلسطینی، صربستان، بوسنی و هرزگوین و مجارستان هم با آقای اردوغان تبریک گفتند. قرار است امروز دیوان عالی آمریکا نظرش را در مورد سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ اعلام کند. وکلای ایالت هاوایی با به چالش کشیدن این فرمان آن را ناشی از خصومت آقای ترامپ با مسلمانان خواندند. بیشتر چند دادگاه ایالتی گفته بودند فرمان مهاجرتی با تبعیض میان ادیان و مذاهب قوانین فدرال مهاجرت و قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن همراه ماست. سام، آیا مشخصه که بالاخره امروز رأی صادر میشه از طرف دیوان عالی یا نه؟ ببینید، اتفاقی که میفته اینه که دیوان عالی آمریکا از اولین دوشنبه ماه اکتبر کار خودش رو شروع میکنه، در واقع دوره یک ساله خودش رو شروع میکنه و تا آخرین روزهای ماه ژوئن و یا احتمالاً یک هفته یا دو هفته اول ژوئیه به کار خودش ادامه میده. بنابراین اگر به صورت معمول خودش بخواد که کارش رو به پایان برسه، امروز دوشنبه آخرین زمانی هست که رأی خودش رو میتونه در مورد پرونده های باقی مونده اعلام بکنه که بیش از همین چند تام هست، 6-7 میشه و باید در مورد اینها رأی خودشون رو بگن. شیوه کارشون در دیوان عالی آمریکا اینطور هست که اینها بعد از اینکه در واقع مراحل اولیه دادگاه و شنیدن نظر دو طرف در اون انجام میشه، باید قضات بشینن و نظر خودشون رو بنویسن، با هم تبادل نظر بکنن و در نهایت قاضی ارشد که تعیین میکنه چه کسی باید رأی نهایی دیوان عالی رو بنویسه. و چون این در واقع هیچ مرجع قضایی بالاتری نیست، دقت در این در کار دیوان عالی معمولا بیشتر هست، یک مقدار روند بیشتر از دادگاه‌های معمولی طول می‌کشه و این رو هم نباید از نظر دور داشت که از 9 نفر قاضی این دیوان عالی 4 نفرشون 70-80 سال سن دارن و شاید یک مقدار سرعت کار اونها پایین‌تر باشه و با توجه به این حجم کاری که هست، امکانش هست که امروز یا تا آخر این هفته یا شاید حتی در هفته بعد مشاهده رسیدن خبر مربوط به این تصمیم دیوان عالی باشیم. اگر در 30 ثانیه بتونی به ما بگی که دلایل اصلی که ایالت هاوایی آورده برای اینکه این فرمان باید لغو بشه چه هست؟ من علت اصلیشو میتونم به شما بگم. علت اصلیش اینه که میگه که رئیس جمهوری بنا به قانون اساسی آمریکا اجازه نداره که بگه که ترجیح بده بین یک دین به ادیان دیگه. و وقتی که آقای ترامپ اشاره میکنن در دوره انتخابات ریاست جمهوری مدام از ممنوعیت ورود مسلمانان و تروریست بودن مسلمانان صحبت میکرد، میگن که این نظر شخصی خودش رو داره و با ممنوع کردن ورود افرادی که از کشورهای عمدتا مسلمان هستن داره این خلاف قانون اساسی آمریکا کار میکنه و به همین دلیل با اون مخالفن. البته دلایل دیگه ای رو هم دارن. ممنونم سام فرزانه از واشنگتن همراه ما. پاییز گذشته که بیش از 700 هزار پناهجوی روهینگیایی از میانمار گریختند، گزارش‌های گسترده‌ای از تجاوز جنسی اعضای ارتش برمه یا میانمار به این پناهجوها منتشر شد. مراکز امدادرسانی هشدار دادند که این تجاوزها ممکنه به صدها یا هزاران بارداری، سقط جنین و تولد نوزادان ناخواسته و رها شده منجر بشه. دن جانسون خبرنگار جنوب آسیای بی بی سی به اردوگاه‌های پناهجویان در بنگلادش رفته و پای صحبت تعدادی از قربانیان این خشونت جنسی نشسته. تازه یک هفته شده، هنوز اسم ندارد.
اما شادی زندگی تازش زیر سایه آنچه بر سر مادرش آمده کمرنگ شده. بلاهایی که بر سر آسی پذیرترین افراد آمده. The soldiers caught me before I could run away. سربازها قبل از اینکه بتونم فرار کنم گرفتنم. به هم تجاوز کردن. شبش دوباره به هم تجاوز کردن و همینطور صبح فرداش و دوباره عصر. And that afternoon. میگوید یک بار فرار کرده ولی دوباره گیر افتاده و باز بارها و بارها به او تجاوز شده. بالاخره با کمک دیگران از مرز رد شد و فرار کرد. تازه آن موقع بود که فهمید باردار است. او با دشوارترین دوراهی زندگیش روبرو بود. آن هم در حالی که تنها 17 سال داشت. سخت جنین گناهه. همینطور سربنیست کردن بچه. اونا گناه کردن. من هیچ کار اشتباهی نکردم. پدر بزرگ و مادر بزرگش تنها اعضای باقی مانده خانواده او هستند. مادر و پدرش مفقودند و احتمالاً کشته شدند. در میان صدها هزار پناهجو، امدادگران خودشان را برای کمک موجی از نوزادان ناخواسته آماده می کنند. هرچند تا کنون تعدادشان زیاد نبود. احتمال زیادی وجود دارد که بچه هایی که این روزا به دنیا میان بچه هایی ناخواسته باشند. در نتیجه لکه ننگ و شرمساری روی پیشونیشون می چسبه. ما سعی می کنیم در حد امکان بهترین شرایط رو برای رشد این بچه ها فراهم کنیم. آثار خشونت جنسی را روی بدن خیلی ها می توان دید. زنانی که با آنها تجاوز شده، کتک خوردند و بچه ها و همسرانشان را کشتند. این زن باردار شده بود ولی بچهش سخت شده. او به من گفت دلش میخواست بچهش را نگه دارد چون دو پسرش کشته شدند. برای ما سخت است که دقیقا بفهمیم چند نفر در اینجا قربانی شدند. اینجا دو مجهول بزرگ وجود داره. یکی این که نمیدونیم دقیقا به چند زن تجاوز شده، چند تاشون بچه را سخت کردند و چند تا بچه تو این شرایط به دنیا آمدن و چه بسا رها شدند. مسئله بعدی بحث عدالته. آیا هیچ تحقیقی روی این مسئله انجام میشه؟ و آیا بالاخره کسی به عنوان مسئول این جرم و جنایات معرفی میشه؟ این درد زندگی خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده و آثارش تا مدت ها با اونها خواهد بود. چطور تونستن با من این کار رو بکنن؟ اگه این اتفاق نیفتاده بود میتونستم ازدواج کنم و زندگی عادی داشته باشم، اما وقتی بچه‌ام رو میبینم دلم پر از عشق میشه. دان جانسون، بی بی سی نیوز، این بالوکالی رفیوجی کمپ. و با این گزارش به پایان این بخش خبر رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.